وقت شما بخیر. کاملیا پورکتابی هستم همراه شما با اقتصاد و بازار امروز دوشنبه 9 خرداد ماه. نابسامانی در بازار مواد غذایی پس از حذف ارز ترجیحی کماکان ادامه دارد و امروز استاندار قزوین اعلام کرد در صورت مشاهده نان یارانه‌ای در سوپرمارکت ها با فروشندگان برخورد خواهد شد. محمد مهدی علایی گفته یک واحد نانوایی در این استان به دلیل آنچه او تخلف خوانده به ناجا و تعذیرات حکومتی معرفی شده. در همین رابطه معاون اقتصادی استانداری گلستان هم اعلام کرده فروش نان در سوپرمارکت ها و فروشگاه های این استان ممنوع است و با متخلفین برخورد خواهد شد. مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی میگوید در دوره اجرای آزمایشی طرح سهمی بندی نان فروش بیش از 18 میلیون قرص نان در سامانه ثبت شده. محمد جلال گفته این اطلاعات کمک میکند رفتارهایی که او غیر متعارف خوانده چه از سوی مصرف کنندگان و چه از سوی نانوایان در بازار رصد شود. او گفته در حال کار بر روی ترازوهای دیجیتال هستیم تا امکان فروش کیلویی نان فراهم شود. رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران میگوید با توجه به افزایش قیمت تمام شده امکان صادرات تخم مرغ وجود ندارد و آزاد شدن صادرات بیفایده است. به گفته ناصر نبی پور قیمت تمام شده تولید تخم مرغ در حال حاضر بیش از قیمت آن در مناطق مرزی است. و مسئول سازمان بسیج سازندگی از امکان جمع‌آوری جوجه‌های یک روزه مازاد توسط شبکه گروه‌های جهادی بسیج خبر داد. محمد زهرایی گفته اگر قرار شد جوجه یک روزه معدوم شود حتما تلاش می‌کنیم تا این جوجه‌ها به دست مردم روستاها برسد تا به معیشت آنها هم کمک شود. انتشار ویدیوهایی از معدوم سازی جوجه‌های یک روزه در روزهای اخیر موج جدیدی از انتقادها به این موضوع در فضای مجازی را به دنبال داشته. آرش حسنی روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ با من هستن. راجع به این چند مورد با هم بیشتر صحبت کنیم. آقای حسنی، ارزیابی شما از این سیاست‌های جدید در بازار نان رو بشنویم. خب به نظر میرسه که این طرحی که تحت عنوان هوشمندسازی یارانه نان به طور آزمایشی در حال اجراست که احتمالاً اگر نتایج موفقیت آمیزی به باور برنامه ریزان و سیاست گذار داشته باشه در سطح ایران ادامه پیدا خواهد کرد، نمایشگاه و مجموعه ای از سیاست‌های ناکارآمدی است که پیش از این بارها و بارها و در سال‌های متوالی تجربه شده، اما کماکان سیاست گذار به دنبال این هست که این رفتار رو و این سیاست گذاری رو ادامه بده. شوک قیمتی به بخشی از بازار، چند نرخی کردن کالا که اینجا آرد هست در این سند و در این بخش، پیچیده کردن نحوه تخصیص یارانه با استفاده از شیوه هایی که سیاست گذار به دنبال اون هست و همینطور توجه ویژه و تاکید بسیار بر استفاده از شیوه های تعزیراتی و انتظامی و نظارتی و در نهایت اعمال سهمیه بندی که همه اینها در طی 14 نیم قرن گذشته در دوره های مختلف به طور متناوب تجربه شده، امتحان شده و ناکارآمد بوده. با این حال کماکان قرار هست که در اجرای این طرح هم مورد استفاده قرار بگیره، ضمن اینکه سطح جدیدی از مداخله دولت رو ما در این طرح داریم تجربه می‌کنیم که تا پیش از این سابقه نداشته و اون تعیین حد متعارف به گفته مشاور وزیر اقتصاد برای مصرف نان هست که خب تعیین حد متعارف در ایران در با فرهنگ‌های مصرفی متفاوت در استان‌های مختلف کار عبثی به نظر میرسه. ضمن اینکه کل این برنامه رو که در نظر می‌گیریم به نظر میاد که سیاست‌گذار به دنبال این هست که هرم‌های متفاوتی رو و متعددی رو نه از قاعده اونها که از رأس اونها در تعادل نگه داره و این تعادل این همه هرم در حال برهم خوردن تعادلشون بسیار دشوار هست. نظارت در سطح ایران برای مصرف نان در حالی که آرد تحویلی به نانوایی ها با آرد تحویلی به صنف و صنعت متفاوت هست و یک چند نرخی رو اونجا داریم، به نظر میشه که یک سیاست شکست خورده و محکوم به ناکامی است.
آیا حسنی ها در بازار مرغ و تخم مرغ هم این روزها اخبار زیادی از مشکلات در زنجیره تولید داشتیم، حالا هم که بحث حضور بسیج برای حل مشکلات این حوزه مطرح میشه، علت این مشکلات رو در این بازار در چی میدونید؟ در واقع جنس مشکلاتی که در این حوزه هم شاهد اون هستیم با جنس مشکلاتی که در حوزه نان باهاش مواجه هستیم یکسانه، یعنی حضور یا شهوت کنترل کردنی که در سیاستگزار وجود داره، این که دنبال این هست که تمام نشانه ها، تمام سیاستگزاری ها، تمام برنامه ریزی ها در حوزه های مختلف صنعتی و در حوزه های مختلف اقتصادی رو در دست بگیره و خب عملاً تجربه نشون داده که چنین اتفاقی رقم نخواهد خورد. برنامه‌ریزی متمرکز برای تعیین قیمت‌ها، چه قیمت‌ها بالاتر از حد تعادلی باشه چه پایین‌تر از حد تعادلی باشه، تنها منجر به برهم خوردن سامان اون بازار میشه. در حوزه صنعت مرغ و تخم مرغ و بازار اون پیش از این تجربه شده بود که قیمت‌گذاری و در واقع مداخله دولت نتیجه جز برهم خوردن تعادل در این بازار رو نداشت و ماه‌ها طول کشید که این تعادل به حوزه تولید مرغ و تخم مرغ برگرده. حال شاهد این هستیم که با مداخله مجدد دولت، با قیمت گذاری دستوری که این بار بالاتر از حد تعادلی است، تولید کنندگان این حوزه با مشکل مواجه شدن و از امروز هشدار این رو میدن که در ماهای آتی، یعنی در میانه تابستان، با کاهش جوجه ریزی ها و با کاهش در واقع امنیت سرمایه گذاری برای اونها، مجدد مشکلات این حوزه تشدید خواهد شد. در این میان سیاست های ساده سازی سیاست های در واقع جبرانی، چیزی که تحت عنوان این گفته شده که جوجه های یک روزه به بسیجی ها سپرده بشه، این نشون میده که با ساده سازی کودکانه صنعت مرغداری به نگاهداری چند جوجه یا چند مرغ در خانه ها یا در حیات منازل توسط بسیجی ها قابل حل و فصل نیست، برای اینکه مشکلی که وجود داره تامین نهاده هست، امنیت بازار این صنعت هست که با این دست از سیاست ها جبران پذیر نخواهد. آرش حسنی‌ها، روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ، ممنون با من بودین در این بخش. در ادامه نگاهی کنیم به وضعیت امروز بازارهای مالی ایران. هادی چاوشی، روزنامه‌نگار اقتصادی برای بررسی بازارها از لینکن و از طریق اسکایپ با من هستن. آقای چاوشی، بازار ارز باز هم رشد قیمت‌ها رو شاهدش بودیم و دلار از 31000 تومان هم عبور کرده امروز. درسته، قیمت دلار امروز رسید به بالاترین سطحش توی تقریبا 6 ماه گذشته. از نیمه آذر پارسال ما هیچ وقت دلار رو بالای 31000 تومان ندیده بودیم و البته اگه حدود 100 تومان دیگه بره بالا، رکورد 20 ماهش هم شکسته میشه، چون آذر پارسال بالاترین قیمت دلار تو محدوده 31200 بوده. امروز رشد قیمت دلار 300 تومان بود، آخرین قیمتش هم 31100 بوده، همونطوری که دیده میشه تو جدول. قیمت‌های دولتی ولی کلا یه فاز دیگه دارن. صرافی ملی فقط 1 تومان قیمتش رو اضافه کرده، کماکان زیر 26000 تومان نگه داشته. دیگه چند روزی هم هست که رسانه‌های داخلی رو ظاهرا منع کردن از اینکه قیمت بازار آزاد رو منتشر کنن. سایت‌ها و روزنامه‌ها غالبا همین قیمت‌های صرافی ملی و اینا رو منتشر می‌کنن که خب یه فاصله 20% داره تقریبا با قیمت بازار آزاد. حواله دلار سامان نیما هم همچنان تو کانال 24000 تومانی نوسان می‌کنه. قیمت یورو و حواله درهم ولی رشدای بالای 1% داشتن. حواله درهم از 8500 هم رد شده قیمتش. درباره دلیل رشد قیمت‌ها، یکی از تحلیل‌هایی که می‌دیدم این ماجرای توقیف نفتکشا بین ایران و یونانه که اتحادیه اروپا و بعدم فرانسه به طور جداگانه محکوم کردن ایرانو تو بازار ارز. اینو به نشونه یه نشونه منفی برای پرونده برجام میدونستن. آقای چاوشی، خبری که در حوزه بازار رمزارزها توجه منو جلب کرد، این جانشین لونا بود، رمزارزی که دوباره یعنی شدیداً گویا اون هم افت داشته. بله، لونای دو که یکی دو روز به جای لونا رو نمایی شده، قیمتش حدود 18-19 دلار باز شد اما بعد تا محدوده 4 دلاری افت کرد. هرچند امروز آخرین قیمتی که من دیدم تو محدوده 6 دلاری بود، ولی به هر حال افت قابل توجهی کرده. طبیعی هم هست که بعد از اینکه خود لونای کلاسیک ارزشش تقریبا صفر شده، بازسازی اعتماد به اون شبکه و تیمی که پشت اون رمزارز وجود داره خب کار سختیه. یه خبر دیگه هم بگم، آقای صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی ایران امروز گفته رمز پول بانک مرکزی، همون رمز ریال، قرار از شهریور وارد بازار بشه. اما به بازار اگه بپردازیم، به نظر میاد که روز خوبی رو پشت سر گذاشته. همه ده تا رمزارز بزرگ سبز توش بودن. بیشترین رشد رو کاردانو داشت، نزدیک 10% رشد کرده.
بیت کوین و اتریوم هم حدود 4% رشد کردن. هر کدوم روند قیمت بیت کوین رو اگه ببینیم مشخصه کاملا رو به بالا بوده، از کف کانال 29000 دلاری تا 30700 دلار هم رشد کرده. اتریوم هم از کمتر از 1800 دلار تا بالای 1900 دلار رشد کرد، هرچند آخر وقت دوباره برگشت تو محدوده 1800 دلاری. در بازار طلا هم افزایش قیمت رو امروز دیدیم و قیمت سکه از 15 میلیون تومان بیشتر شد. درسته، قیمت ها تو بازار طلا هم صعودی بودن، سکه از 15 میلیون 100 هزار تومان هم رفت بالاتر. ربع سکه هم توی بازار امروز رشد زیادی داشت، رفت تو محدوده 5350 حباب ربع سکه نزدیک 2 میلیون تومان شده. بعضیا میگن با توجه به این حبابی که ربع سکه داره انگار داره با دلار بالای 40000 تومان تنظیم میشه. طلای گرمی هم امروز رفت بالای 1400، بیشتر از 2% رشد کرد. در انتها بپردازیم به وضعیت بورس. نقشه بازار رو میبینیم که تقریبا رنگ قرمز و سبز مساوی هست، اما یک کمی به نظرم رنگ قرمز بیشتر، درسته؟ همینطوره. بعد از دو روز که جو کاملا منفی غالب بود توی بورس، امروز یک کمی شاخص ها مثبت شدن به نسبت، هرچند بازم بیشتر از نصف شرکت ها قرمز پوش بودن، ولی از دو روز قبل به هر حال بهتر بود. شاخص های اصلی خیلی جزئی مثبت شدن، شاخص کل 0.2%، شاخص هموزن 0.1%. شاید عبارت مناسب برای وضعیت امروز بورس درجا زدن باشه. بین گروه های بزرگ بازار وضع پتروشیمیا و پالایشیا نسبتا خوب بود، دلیلش هم رشد قیمت های جهانی نفت بود که امروز نفت برنت دوباره رفت بالای 120 دلار. از اون ور گروه خودرویی و سیمانی ها وضع خوبی نداشتن امروز توی بورس. ارزش معاملات خرد امروز خیلی افت کرد، رفت زیر 5000 میلیارد تومان. توی سال 1401 به جز اون چند روزه عید که بازار نیمه تعطیل بود، این کمترین سطح معاملات خرد حساب میشه. روند خروج پول حقیقی هم امروز ادامه پیدا کرد برای سومین روز پشت سر هم. ممنونم، همراه من بودین هادی چاوشی، روزنامه‌نگار اقتصادی از لینکلن. و ممنون از همراهی شما با این بخش اقتصاد و بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنید.